بله، بدون تردید اعدام یک مجازات ضد انسانی و یک جنایت سیستماتیک دولتیه، جنایتی که حکومت دیکتاتوری آخوندی در زیر پرده دین اون رو مرتکب میشه. تو گفتگوی امشب میخوایم ببینیم اعدام چه بازتابی روی جامعه به پاخواسته کشورمون داره و چگونه میشه با اعدامهای جنایتکارانه رژیم مقابله کرد. همراه میشیم با خانم مهری عمرانی از زندانیان سیاسی دهه 60. به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم خانم عمرانی، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین. اساسا خانم عمرانی، اعدام تو ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه به نظر شما بیانگرش چیه و چه آثاری روی جامعه با توجه به اینکه جامعهمون یک جامعه انفجاری هست میگذاره و داره؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان گرامیتون. اساسا مسئله شکنجه، دستگیری، زندان در رژیم های دیکتاتوری یک ابزاری هستش که برای حفظ قدرتشون از این ابزار استفاده میکنن و به خاطر اینکه نمیتونن به پاسخ بدن به نیازهایی که در جامعه خودشون عاملش بودن. به طور خاص در جامعه ایران خب رژیم فاشیستی آخوندی در واقع مردم به روزی انداخته که خودتون حتما همه میدونن که چقدر فقر در ایران داره بیداد میکنه. مردم اعضای بدنشون میفروشن به خاطر حتی نون شبشون و فساد، همه چیز، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، همه چی بیداد میکنه در ایران. اینجا رژیم به بنبست رسیده، برای اینکه از این بنبست بخواد در بیاد سرکوب میکنه و این سرکوب رو در واقع اعدام رو به عنوان یک اکسیژن برای بقای خودش در نظر میگیره که حتی مثلا به عنوان یک تاکتیک که بتونه بگه که از این ستون به اون ستون فرج هست که بتونه برای خودش زمان بخره، شاید چند سباهی بتونه بیشتر دوام بیاره. و با شل و سف کردن اعدام ها میبینیم که اعدام های موسمی، فصلی، یه موقع موج اعدام رو بالاتر میبره، یه مقدار کمتر میکنه، فقط نگاه میکنه به شرایط جامعه، متناسب با جامعه اتاق فکرش تصمیم میگیره چقدر اعدام بکنه، چقدر نکنه. یعنی تماما فقط در خدمت اون دستگاه سرکوبش هست و فقط برای بقای خودش. در واقع میتونم خلاصه بگم اعدام هایی که رژیم داره الان انجام میده دقیقا از روی استیصال و وحشتش هست، وحشت سرنگونی، و چون خودش داره میبینه که قیام به مرحله رسیده که دیگه داره آخر خط خودش رو میبینه، برای همین دست به هر چیزی میزنه. و این قیام، این اعدام ها چیز جدیدی نیست. 43 سال رژیم داره میکشه، سرکوب میکنه، بهترین فرزندان این کشورمون رو به خاطر فقط به جرم آزادی خواهی از بین قتل عام کرده. از قتل عام سال 60 هیچ وقت فراموش نمیکنیم، چه فرزندان پیر و جوان همه رو قتل عام کرد. از قتل عام سال 67 30,000 نفر از بهترین جوانان این کشور رو که مجاهدین 90% اونها بودن اعدام کرد. این پس اعدام چیز جدید نیست، ولی تفاوت الان اینه که ما حسر تمام اون اعدام ها، شکنجه ها از سال 60 الان خودشو در کف خیابون های سراسر کشورمون داره نشون میده که مردم به نقطه رسیدن که برای میگن تمامیت سرنگونی این رژیم رو میخوان و این رژیم میدونه پیامت این اعدام ها در برای جامعه انفجاری ایران چی هست. اگه بخوام اینو بگم، پیامدش این هستش که با هر اعدامی که این رژیم میکنه خشم و نفرت اجتماعی ده صدها برابر میشه. یعنی در واقع میشه بگیم که مثل بنزینی هستش که روی آتش قیام بریزه، آتش قیام شعله برتر میشه. این چیزی هست که رژیم میدونه اینو، ولی ناگزیره. بله، از دیگه چاره ای نداره. حالا خانم عمرانی، همونطور که میدونین الان سفیر رژیم به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر انتخاب شده. سوال اینجاست، خب چرا نماینده چنین حکومتی که شما الان فاکت هاش هم برامون از تو این 14 گفتین، از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل به جنایت علیه بشریت هم متهم شده، باید به چنین ریاست، خلاصه چنین انجمنی برسه؟ و فکر میکنید که رژیم از این انتصاب چه میزان بهره برداری تبلیغاتی بتونه بکنه؟ در واقع این انتصاب واقعا یک به بازی گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. ببینید، انتصاب سفیر رژیم که خودش در شرایطی داره انجام میشه که در همین دو هفته پیش حدودا تعداد بسیار زیادی، الان آمارش من دقیقا نمیدونم، تعداد خیلی زیادی اعدام شدن در دو هفته بیش از 67 نفر تو که یادم هست اعدام کرده رژیم، در شرایط داره انجام میشه. این در واقع باز همون در اقصای خط مماشات هست که به این در واقع
سفیر رژیم رفته به عنوان ریاست این مجمع جهانی حقوق بشر اونجا شرکت بکنه. البته دو روز بیشتر نیست، دوم سوم نوامبر هست، ولی خوبیش مسئله که اینجا مهم است اشاره کنم، مدیر دیدبان حقوق بشر آقای هیلل نویر دقیقا به این مسئله اعتراض کرده و گفته این مسئله شرم آور هستش در شرایطی که رژیم ایران در قیام اخیر 750 نفر رو کشته به قتل رسونده و 30,000 نفر رو دستگیر کرده که الان تعداد زیادی از اونها در زندان‌های ایران هستند، تحت شدیدترین فشارها و شکنجه هستند. این بسیار شرم‌آور هست. و حتی خود مدیر دیدبان حقوق بشر کارزار اینترنتی راه اندازی کرده برای اعتراض به این مسئله و از جوامع جهانی خواسته که در مقابل این مسئله ایستادگی کنن و بیرون و اینو نقلش بکنن، این انتصاب سفیر رژیم رو از مجمع جهانی اجتماعی حقوق بشر. و حتی نامه داده به مدیر کل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش که باید مداخله بکنی، باید این اعتصاب رو لغو بکنی. و این مسئله هستش که واقعا حتی خشم انسان‌هایی که آزادی دنیا رو هم برانگیخته و مقاومت ایران هم اینو به شدت محکوم کرده و به هر حال امیدوارم که هر چیز زودتر این مسئله لغو بشه، همچنین که رژیم نتونست به درک مزدین زنان وارد شده اینجا هم لغو بشه. خانم عمرانی، اشاره کردیم به اینکه تو هفته گذشته 67 اعدام داشتیم. میدونیم که اعدام ها خلاصه رو به گسترشه و هر روز شاهد متاسفانه این اخبارها هستیم. سوال اینه که به نظر شما چطور میشه با گسترش این اعدام ها، با این خطی که رژیم داره میره، خلاصه مقابله کرد؟ چه اقداماتی تو داخل کشور میشه انجام داد؟ چه اقداماتی رو در خارج کشور میشه برای جلوگیری از اعدام های بیشتر به نظرتون انجام داد؟ ببین، تجربه نشون داده که رژیم در مقابل فشارها، در مقابل مقاومت مردم عقب نشینی میکنه. همیشه این یک اصل هستش. حتی در زندانها موقعی که زندانیان مقاومت میکنن، رژیم عقب نشینی میکرد. من خودم شاهد این مسئله بودم. در جامعه هم همینطوره. پس با فشار آوردن به این رژیم میشه رژیم به عقب نشینی وادار، مجبور کرد رژیم به عقب نشینی. و این چیزی هستش که اینو در واقع در داخل اعتراضات گسترده، تظاهرات گسترده در داخل، اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی، کسانی که بچه هاشون جونشون در خطر هستش، اینا همه کمک میکنه که ما رژیم وادار به عقب نشینی بکنیم که دست از این اعدام های گسترده برداره. در خارج کشور همینطور، در تماس گرفتن با ارگان های حقوق بشری و اینکه رژیم رو در حرف نه در عمل بایکوت بکنن، سفارت رژیم در کشورها ببندن، سازمان سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار دادن. اینو همه مسائلی که با فشار آوردن به رژیم باعث عقب نشینی رژیم میشه. و اینکه الان خودم شاهد هستیم که خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده هایی که بچه هاشون در معرض خطر اعدام هستن و یا چقدر دارن واقعا استادگی میکنن و اعتراض روزانه شون داریم در داخل ایران داریم میبینیم و این باعث میشه که واقعا جلوی اعدام ها بر این رژیم مجبور بشه که عقب نشینی بکنه. در رابطه با مسئله همین اعدام ها، در واقع یه مسئله که خیلی به نظر من مهم هستش که بهش توجه بکنیم، رسانه‌ای شدن این کسایی هستش که در زندان ها تحت فشار شکنجه شدید هستن و در زیر اعدام هستن. رژیم قبلا این کارو میکرد با خانواده ها که بهشون وعده وعید میداد که اگر سکوت کنین پسر بچه‌تون رو آزاد میکنیم. دقیقا عکسش هست، یعنی اگر رسانه‌ای بشن، اگر اخبار بیشتر بیرون بیاد و باعث فشار روی رژیم بشه، رژیم عقب نشینی میکنه و کمتر اعدام میکنه. برای همین رسانه‌ای شدن کسایی که در معرض خطر اعدام هستن کمکی هست برای اینکه پیشگیری بشه از اعدام های بیشتر. بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم مهری عمرانی، از زندانیان سیاسی دهه 60 و نکاتتون در رابطه با موضوع اعدام و تجاربی که برامون توی این رابطه گفتین. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. وقتتون بخیر خانم عمرانی و خدا نگهدار شما. تشکر از شما از وقتی که من دادیم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما.